میخواییم تو این جلسه با سه تا دستور مهم و ماسک کردن، تکنیک ماسک کردن توی لایه ها آشنا بشیم. اول بریم راجع به اون سه تا دستور مهم برای تنظیمات نور صحبت بکنیم: Hue Saturation، Level و Curve. این سه تا رو میخوام این جلسه بهتون توضیح بدم که هر کدومشون به محیط چه تأثیر دارن. سلام، خیلی خوشحالم که داریم با هم یه قسمت دهم از دوره آموزشی پست پرو رو شروع می‌کنیم. من حسین سلمانی هستم، اینجا هم کانال آموزش نرم افزارهای معماری. من این مجموعه رو برای یوتیوب آماده کردم. اگه دوست دارین بقیه قسمت‌ها رو هم ببینین، میتونین کانال منو سابسکرایب بکنین. البته به زودی یه سری دوره دیگه هم غیر نرم افزاری درست می‌کنم و توی همین کانال قرار میدم. اون موقع شاید اسم کانالم بردارم عوض بکنم. اما قبل از اینکه بخوام وارد این بخش بشم، من این ستا رو خاموش میکنم. همین الان این تصویر رو برای اینکه بخوام یکم رنگاش رو متعادل تر بکنیم بدون اینکه لازم باشه وقت زیادی و توی محیط فوتوشاپ بذاریم، یه حالت دوربین داره اتوماتیک، هر چیزی باشه ایزو و دیافراگمش رو خودش تنظیم میکنه، یه عکس قابل قبولی به همون میده. توی فوتوشاپ هم روی ایمیج سه تا دونه آتوما داریم. مثلا من اگه روی این لایه باشم و یارم باز میکنم، آتوتون، آتو کنتراست، آتو کالر. کاری که میاد انجام میده بر اساس یه سری ورودی هایی که تعریف شده، نورا رو، رنگا رو برمیداره یه ذره متعادل تر میکنه و به غیر از آتو کنتراست که یه مقدار فاصله بین کنتراست رو ایجاد میکنه، زیبا تر میشه. میتونید از این هم استفاده بکنید اگه نخواهید خیلی وقت بذارید روی این که تنظیمات دقیقش یاد بگیرید. بر چه اساسی این داره کار میکنه؟ این هیستوری بودش. اگه هیستوری رو ندارین، از توی ویندو اینجا میتونید پیداش بکنید. هیستوری اینجا هستش، اگه روش کلیک بکنید فعال نباشه براتون میاره. یه چیز مهمی که میخوایم اینجا با هم دیگه ببینیم، این نمودار هیستوگرامه. من اینو بگیرم یه مقدار بزرگشم بکنم تا بیشتر متوجه جزئیاتش بشیم. خب همونطور که دارید میبینید، این نمودار توی دوربینای DSLR هم وجود داره. Red, Green, Blue. یعنی به تفکیک هر پیکسل سازنده یه نوری تونسته اینو ایجاد بکنه. ناکنید من از این شروع میکنم. وقتی دوبار روی این قسمت عکس اینجا کلیک بکنیم، پراپرتیزش باز میشه. این علامت رو حفظ بکنیم، مربوط میشه به Hue Saturation. این علامت مربوط میشه به Level، که این علامت پنجره ناکنید Level ها رو داره نشون میده، و Curve. من حالا دونه دونه میخوام اینا رو توضیح بدم. الان این دوتا خاموشن، ما کاری بهشون نداریم، اما تو ادامه میریم با همدیگه بررسیشون میکنیم. تو قسمت Hue Saturation یه پنجره بزرگی ما داریم که سه قسمت Hue Saturation و Lightness برامون اینجا داره. هر کدوم از اینا چه اتفاقی توی محیط ما ایجاد میکنه؟ مثلا توی این عکس نگاه بکنید، توی قسمت هیو یه بازه وجود داره از منفی 180 تا مثبت 180 و به صورت پیشفرض هم روی صفره. حالا کاری که انجام میده چیه؟ پیکسل خود رنگی که توی این محیط وجود دارن و برمیداره برای من ترکیب میکنه با محتوای جدیدی که دارم بهش میگم، حالا روی منفی 73 اینجا قرار گرفته و این خروجی رو داره به من نشون میده. به صورت پیشفرضم یه چند تا دونه پریست اینجا برای من قرار داده، یعنی تنظیمات آماده‌ای هستن که لازم نیستش من اینجا رو دست بزنم و خودش سریعا میتونه رو اون تنظیمات سویچ بکنه. مثلا تو این حالت که این پریست رو به صورت پیشفرض توی حافظش مونده، یه ذره صحنه رو مثل فیلم جوکر میکنه، تم آبی بهش میده. ناگهان توی قسمت آبیا هم هستش و از سچوریشن کارم کم شده، یعنی رنگا رو دیسچوریت کرده، از غلظتشون گرفته شده. اگه یادتون باشه اینجا توی قسمت کالر اشباع رنگی حد اکثر، که حالا هر رنگی هم میتونه باشه، یعنی ما 100% اون رنگو داریم میبینیم، از دست رفتن اون رنگ سچوریشنشو یعنی کم کردیم، اون غلظت رنگی از بین رفته که به این سمت میاد، و ترکیب اون رنگ با خاکستری یعنی اون پیکسل رنگو به سمت تیرگی ما بردیم. اوکی، پس به سمت سفیدی و تیرگی بردیم. این مثلث رو توی ذهنتون داشته باشین. توی سچوریشن در واقع داره از غلظت رنگ حد اکثر، منظورم روی صفر ببینین،
میاره به سمت حد اقل اون غلظت رنگا. متوجه میشین؟ الان توی کنار مستمن حتما تفاوتش رو میتونید حس بکنید. اما چند تا گزینه دیگه هم داره که میتونید همینجوری نگاه بکنید. خیلی با وقتا اصلا لازم نیست اینا رو بردین دستی تنظیم بکنید. خب پس من اینو میبرم روی دیفالت و این گزینه بعدی که الان روی مستر قرار داره رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. ناکنید رد، یلو، گرین، سایون که میشه یه رنگ تقریبا مثل همین رنگ تنمنه، یه ذره پررنگ‌تر، فیروزه‌ای، بلو، مجنتا، آبی که مشخصه، این هم میشه رنگ ارغوانی. اینجاها میشه حدودا روی هر کدوم از اینا که قرار بگیرم، مثلا من الان میذارم روی رد، این نمودار محدود شده توی بازه قرمزها برای من و هر تغییری من این بالا اعمال بکنم فقط توی این بازه برای من رو نشون میده. مثلا من الان میخوام بگم توی این تصویر، حالا مثلا میذارم روی سبز، گرین، این فضای سبزش رو نکنید، میخوام سبزا رو پررنگتر بکنم، این فضا رو بیارم به سمت مثلا یه فضای بهاری، اول بهار، سبزایی که تازه درخشانن. پس اینو میذارم روی گرین، بازه سبز رو برای من مشخص کرده. از اینجا توی سچوریشن من الان سبزا رو که میارم جلو، نکنید، خیلی مشخصه که این سبزا از صحنه جدا شدن، اینجا چیزی که بود و اینجا چیزی که اومد. پس اگه اینو بذاریم روی هر رنگی، فقط روی اون دسته از رنگا قابلیت کنترل داریم و از اینجا میتونیم اینم خیلی راحت کم و زیاد بکنیم تا این مقدار اعمال شدنش بیشتر بشه. الان مثلا سبزای مایل به زرد رو هم بهش میگم بگیر و تا حتی اینجا مرز آبی هم برای من پیش برو. نکنید چقدر راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. کسا میگیم سبزی وجود نداشته باشه، خود بنا رو از تو کات برامون بزنه بیرون. این دسترسی خیلی راحتی که میتونید داشته باشین، اما به همه اینقدر سادگی و خلاصه‌ای که گفتم نیستش. میتونید خیلی تغییرات و تنظیمات بهتر و دقیق‌تر تو این بخش انجام بدین، اما فعلا برای اینکه شروع کنیم تا اینجا کار، تو این قسمت، همه اینقدر که بدونید میتونیم به صورت جداگونه به هر رنگی هم دسترسی داشته باشیم و روی خود یه دونه رنگ تغییرات اعمال بکنیم، از این قسمت هیو سچوریشن امکان برای ما وجود داره. خب من میرم سراغ لول ها. ناکنید همونجوری که از اسمش هم مشخصه، این علامت رو اجازه دیدین یاد لول بیافتین. وقتی روش دوباره کلیک بکنم، دوباره هم پنجره پراپرتیز برای من باز میشه و اینجا هم دو تا قسمت داره، یه دونه جدول بالا و یه دونه هم پایین که مربوط میشه به همون اینپوت و آوتپوت ها. قبل از اینکه من اینجا رو توضیح بدم، روی کیبوردمون کنترل ال هم همین کار رو انجام میده. من اگه روی عکس باشم کنترل ال رو بزنم، پنجره لول ها باز میشه با همون اینپوت و آوتپوت. اینو توی جلسات قبل خیلی خلاصه و سریع از روش رد شدم که ما میتونیم هر کدوم از اینا رو از روی شورت کات روی کیبوردم بیاریمشون، ولی فرقی که داره اینجا ما میتونیم هر لحظه پراپرتیزشون رو باز بکنیم و اون مقادیرش رو تغییر بدیم. اما اگه از روی شورتکات های کیبوردمون اوورده باشیم، یه بار که تغییراتو بزنیم بره، دیگه دسترسی دوباره بهش نداریم. اینو گفته بودم فقط برای اینکه مرور بشه. پنجره لولو که باز میکنیم، دوباره با همون دوتا قسمت رو برو هستیم، اینپوت ها و آوتپوت ها. آوتپوت ها رو خیلی راحت توضیح بودم. اگه ما به سمت مشکی ها حرکت کنیم، کل تصویرمون به سمت تیره شدن میره، به سمت سفید حرکت کنیم میره توی قسمت سفید ها. چیکار میکردیم؟ کاربردی که توی اون جلسه که داشتم توضیح میدادم این بود که یه دونه آدم، پرسوناژ، وقتی وارد صحنه میکردیم، میخواستیم رنگش بره به سمت مشکی یا سفید، خیلی راحت از توی قسمت لول این تغییر رو تو بهش میدادیم. اما یه قسمتی هم اینجا داره که یه ذره حساس و دقیق تره. یه دونه گزینه آتو داره، نوعات RGB من الان قرار دارم. خب وقتی رو آتو بزنه، همین الان تصویری که اینجا هست رو نگاه بکنین، یه مقدار میاد قسمت‌های تیره رو به سمت تیره نزدیک می‌کنه، قسمت‌های روشن‌تر رو به سمت روشن‌تر نزدیک می‌کنه، باعث میشه که اختلاف رنگ زیادتر بشه و خود به خود اون تصویر ذره شارپ و جذاب‌تر به نظر بیاد. من الان روی آتو که کلیک بکنم، نکنه همین الان یه اعمال شد در حد 5%. من با روشن و خاموش کردن این چشمه میتونم نشون بدم تغییراتی که این لایه لول روی این تصویر داشته چی بوده. نکنید این بوده، من فقط روی آتو که کلیک کردم این اتفاق براش افتاده. متوجه میشین؟ خب
اما این زیر همونطور که داری نگاه میکنید 3 دونه دستگیره برای من گذاشته، قسمت وایت که مربوط شما همون سفیدا، بلک سیاهاش و یه دونه میتون. میتون هرچی به سمت سفید نزدیک باشه فضای کاری که به سیاه داره میده بیشتره، یعنی ما میگیم مثلا 0 تا 100 اینجایه اینقدره، ولی مثلا 50 کار اینجای خود به خود داریم اینقدر فضا میدیم به 0 تا 50 دیگه. پس این میاد برای من رنگا رو از سیاه تا میتون اینقدر گسترده میچینه. اگه اینو بیارم به این سمت دارم میگم مثلا 0 تا 50 کار اینقدر، 50 تا 100ش اینقدر. برای همین خیلی راحت و دست و دل باز میاد به این سمت حرکت میکنه. اما من به این کاری ندارم، میذارم روی 1 که پیش فرض خودش بود. یه مقدار از این قسمت سیاه ها من کم میکنم، یه مقدار از قسمت سفید ها کم میکنم. این کار باعث میشه که ما میگم این قسمت سفید هایی که توی کالر پالت من بود برو بیرون بریز دور، یعنی سفید مطلق کلن نشته باشیم. هر چیزی که مرز 90 رد میشه رو من میگم برام 100 در نظر بگیر. و همینطورم از توی سیاه ها دارم کم میکنم، یعنی گفتم مثلا 10% اولش هم کلن هوتوتو. و الان میتونم خیلی راحت اینو تغییر بدم به این سمت یه ذره دارک بودن و میبینید چقدر این صفحاتو هشت برای من شارپ کرده. برای بعضی از ارائه دادن ما نیاز داریم که همینقدر صحنمون دارک باشه و از اون میتونید برای این توی کارتون استفاده بکنید. بازم این خیلی پیچیده تر از این سادگی بود که من توضیح دادم، ولی برای اینکه کارمون رو شروع بکنیم همینقدر دونستنش کفایت میکنه. یه 3 دونه قطره چکونم اینجا داره، من یه گذری فقط اینو توضیح بدم و رد چیم از روش. اولی همونطور که از بغل این عکس هم مشخصه تیره است، این سومیه توش یه انگار سانته سفید ماننده. این در واقع همون بلک و وایت و میتونش رو میتونیم جداگونه مشخص بکنیم. من میگم سیاه ترین جای تصویر منو اینجا در نظر بگیر، سفید ترین جای تصویر منو اینجاها در نظر بگیر و میتونم هم یعنی اون سوژه اصلی منم میخوام اینجا باشه، یا اینجا لاشون رنگش مثلا سبزه ذره سختش خیستم اینجا باشه. خودش میاد مثلا به صورت هوشمند یه بالانس جدیدی رو پیدا میکنه که مثلا روی این کار بهتر خوش نشون بده. الان میتونید ببینید این بود و این شد، یه ذره مثلا شارپ تر میکنه این کار رو برای ما. این هم تماش از این بود که با تو این قسمت میرسیم. پیرست هم که همونطور که توی اون قسمت هیو سچوریشن یه سری پیرست آماده داشتیم، اینجا هم یه سری پیرست آماده داریم که میتونیم از رونم خیلی راحت استفاده بکنیم، یعنی بدون اینکه لازم شد تنظیمات خاصی انجام بدیم امکان داره یه دونه از این پیرست ها دقیقا همون گزینه باشه که ما میخواییم و به درد کارمون میخوره، بس میشه تو زمانمون صرفه جویی بشه. این از این گزینه من اینو میبندم. پس اینو یاد گرفتیم که ما روی هر لایه‌ای باشیم بخوایم فقط به اون لایه اعمال بشه دستمون روی آلت میذاریم، یا اینکه از این گزینه استفاده میکنیم کلیپ میکنیم به لایه پایینی. حالا اینجا من چون فقط یه دونه لایه دارم این محتوای رنگی من داره فقط به این لایه اعمال میشه، ولی اگه اینجا مثلا تعداد زیادی لایه داشتم به همشون این لایه اعمال میشد، یعنی مثلا 5 تا لایه دیگه داشتم به همه اون لایه‌ای که زیرش بودم این تغییرات میرسید. اما بریم سراغ آخرین بخش این قسمت، کرو ها هستش. این پنجره که میبینی پنجره کروه. و همونطور که مشخصه یه دونه نمودار ایکس و وای مثلا میتونیم در نظر بگیریم براش که به این صورت تحلیل میشه. هر چیزی این قسمت پایین نمودار باشه مربوط میشه به رنگای تیره من، هر چیزی که مربوط قسمت بالای این نمودار باشه مربوط میشه به رنگای سفید. حالا هر چی مقداری که این پایین نمودار من هست کمتر باشه تصویرم میره به سمت تیره شدن، هر چی مقدار این بالا سفید اینجا کمتر باشه تصویرم میره به سمت روشن شدن. که معلوم قسمتو میارم اینجا، یعنی تصویر رو اومده روشن‌تر کرده، یا نه اگه من بیارمش پایین تصویر داشته بر من تیره تر کرده. باز اینجا دوباره میتونیم جداگونه به هر کدوم از این رنگا دسترسی داشته باشیم. مثلا من میگم توی قرمزها قرمزا رو بیا برای من از بین ببر. وقتی قرمز رو تو تصویر میگیریم یعنی داریم هولش میدیم به سمت سبز و آبی دیگه. الان این تصویر رفته به سمت سبز و آبی.
و اینکه یعنی مثلا میگیم که جان تو اینجا مثلا سبزا رو برای من بیشتر سبزش بکن، یا اینجا مثلا میگیم سبزا رو برای من عمیق‌تر بکن، یعنی کل تصویر انگار رفت به سمت سبزی. حالا من اینو میذارم روی RGB. یه دونه تکنیک خیلی ساده است، نمودار S-Curve بهش میگن. من سه تا نقطه اینجا میذارم، اینجا و اینجا و اینجا، یه حالت S اگه به این نمودار بدم باعث میشه که مثلا یه جورایی لول منم تنظیم بشه و کیفیت کارو بالاتر ببینم. اینو من یه مقدار میارم به این سمت و اینم یه مقدار میارم به این سمت. حالا اون جای دقیقش رو میتونید خودتون در نظر بگیرید که کجا باشه، خیلی ولی اگزاجرش نکنین چون زیبا نمیشه. تا اینجا ها میتونه مثلا اون اتفاق خوبی که میخواد بیفته بر من بیفته. و میگم خوبیش اینه که هر لحظه میتونید به این دسترسی داشته باشین، یه جوری پارامتریک شده است و اگه من جام ببندم بعد احساس کنم که نیاز دارم دوباره رنگش رو تغییر بدم، دوباره این کلیک بکنم، این نمودار برای من همیشه همینجا محفوظه. حتی میتونیم اینو کپی پیست بکنیم توی کارهای دیگه‌مون، توی شیتای دیگه‌مون هم اعمال بکنیم. اگه مثلا به یه ترکیب خوبی رسیدیم میتونیم همین کاری هم انجام بدیم. میخوایم یه نفس بگیریم بعد بریم قسمت دومش رو شروع کنیم. خب خسته نباشین، ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. اما همونطور که متوجه شدین توی تمام این بخش ها یه دونه شیت سفیدی رو بهش زنجیر کردن. اسم این قسمت، یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم، دستوری که میخوایم با هم یاد بگیریم، ماسک کردن هست. من یه دونه عکس دیگه هم اینجا آوردم برای اینکه بقیه مراحل رو توضیح بده. الان دوتا عکس داریم روی دوتا لایه مختلف. میخوام یه قسمتی از این لایه زیریه رو ببینم. حالا تا اولش اینه که مثلا پاک کن و ایریز رو انتخاب بکنم. من با ای روی کیبورد اینو آوردم دیگه، موسم رو تا اینجا حرکت نمیدم. گفتم اینا رو اگه یاد بگیرین خیلی توی صورتتون تاثیر داره. اینم اینو بزرگتر میکنم و میگم اینجاها برای من پاک شو و این ساختمونه رو میخوام از زیرش ببینم. اما یه موقع دستم خطا میره، میخوام بگم اینجاها باید برگرده. دوباره اگه بخوام این لایه رو بیارم خب خیلی سخته دیگه، وقت گیره. ما میخوایم یه جوری یاد بگیریم تکنیکیو که سرعتمون رو ببره بالاتر. هر لحظه که احساس کردیم مثلا اینجا اشتباه پاک کردیم سریع بتونیم برگردونیم و دوباره اون کارو انجام بدیم. تا الان چیزی که یاد گرفته بودیم بود که یه بار دیگه تصویر رو باید مجددا بیاریم و دوباره بشینیم مثلا با دقت پاک بکنیم، یا اینکه اینجا اپاسیتیشو کم بکنیم که خب خیلی وقتگیره. اما تکنیکی که الان می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم، من اینو برگردونم به حالت قبلش، تکنیکی که الان اینجا می‌خوایم با هم یاد بگیریم ماسک کردنه. دستورش رو از کجا میاریم؟ فقط کافیه که تو اون لایه که میخوایم، یعنی اینجا اون لایه بالاییه، قرار بگیریم و این گزینه رو بزنیم. ناکنید یه دونه Add Layer Mask اینجوری علامتشه، مستطیلیه که وسطش یه دونه دایره است. دوباره همون زنجیری که اونجا دیدیم اینجا هم وجود داره و یه شیت سفیدی هم جلوشه. خب حالا من کافیه که توی این لایه ماسک قرار بگیرم و با براش خودم توضیح بدم به محیط فتوشاپ که من کجاهای این لایه رو میخوام باشه، کجاها رو میخوام نباشه. ناکنید الان براش من سفیده، صفحه‌ای که پشتشم هست سفیده. خب من اینو برمیدارم با ایکس سیاه میکنم، میگم براش من سیاهه، صفحه پشتش سفیده. یه خط که اینجا بکشم، این رو برم پاسیدیش رو برم بالاتر که شما بهتر ببینین. این قسمت چه اتفاقی براش افتاد؟ ظاهر شبیه همون پاک کردن شد، ولی نه، عکس سر جاشه، فقط اومدیم ماسک کردیم. یعنی به این تصویر جلوش گفتیم که این جاهایی که سیاهه رو به من نشون نده میخوام لایه پایینیشو ببینم، بقیهش که سفیده از لایه بالاییه میبینم. اوکی، پس الان چیزی که فهمیدیم، ما این دوتا رو برمیداریم، این دوتا لایه الکی دیگه باز میکنم. به این میگم که تو مثلا بیا سفید شو و اینه که میگم تو مثلا این اتیکت یه رنگ دیگه باش. اینجوری دوتا لایه باز کردم با دوتا رنگ مختلف. میخوام بگم یه بخشی از این لایه بالاییه رو نبینم و به جاش این لایه پایینیه رو ببینم.
توی اینجا که قرار دارم ماسک رو میزنم تا این پنجره برای من باز بشه و اینجا من میتونم براش تعریف بکنم، حالا چه با راش چه میتونم اصلا سلکت بکنم بگم که اینجا رو مثلا برای من در نظر نگیر و این خیلی راحت روی این لایه برای من اعمال بشه. اینو تو به هم یه سویچ شدن، یعنی هر تغییری که من اینجا بدم روی اینم تغییر میکنه. اگه من اینو بگیرم مثلا کوچیکش بکنم، اینم همزمان باهاش داره تغییر میکنه، روتیتش بکنم با هم دیگه دارن روتیت میشن. اوکی. ولی اگه این زنجیر وسطش رو بردارم، ارتباط بین این خود لایه و ماسکش قطع میشه. مثلا من اینو میتونم بگیرم دیگه اینجا کوچیک بکنه، ولی ببینید ماسک هنوز تغییر نکرده تا اینجا. با اینا میتونیم کار خیلی جالبی انجام بدیم. تو مثالا و تمرینی که جلوتر انجام میدیم این هم قشنگ با هم دیگه یاد میگیره. حالا من اگه اینجا دوباره کلیک بکنم، این زنجیره برقرار میشه، ارتباط بین این دو تا دوباره حفظ میشه. من الان دوباره اینجا میتونم اینو تغییر بدم و با ماسک خودش حرکت میکنه. اینکه کنترل تی رو بزنم، یعنی همزمان داره با ماسکش ارتباط میگیره و اونو بزرگ و کوچیک میکنه. حالا توی پست پروداکشن ما چه استفاده ای از این میکنیم؟ استفاده ای که ما میکنیم اینه. مثلا من اومدم تو اینجا، میگم که اینو حالا من پاکش میکنم، در نظر نمیگیرم، میگم که مثلا تو این تصویر منظره خوبی دارم، اینجا ولی منظرم خوب نیستش، اینو میخوام قلفتی بندازم روی این تصویر پشتش. چیکار میکنم؟ من میام روی اینجا قرار میگیرم، یه مقدارم حالا اینو کوچیکتر میکنم که باز بیشتر ببینم از این فضا. البته پرسپکتیواشون هم به هم نمیخوره ها. خیلی راحت و سریع من اینو دیلیت لایر ماسک میزنم و از اینجا به این براش خودم میگم شماها دیده نشین، شماها نباشین، اینجاها هم نباشه، اینجا نباشه، اینجاها هم نباشه و اون لایه زیریه رو از توش میکشم بیرون توی اینجا این قسمت و میتونید اینو حالا بگیرید یه مقدارم کوچیک‌تر بکنید توی اون جایی که میخواید درست فهم کنید قرار بدید و دوباره برمیگردید توی ماسکش و اینجا این دفعه دوباره اینجا رو پاک میکنید. دایره دور محفو میذارم روی این هارد راوند، یعنی تیز برای من پاک بکنه که بتونم راحت‌تر این ساختمون رو از توش بکشم بیرون، اینجا و اینجا به این صورت. و حالا ایکس رو میزنم روی کیبوردم که رنگش عوض بشه، یعنی بشه سفید و بهش میگم تو که اضافه پاک شدی دوباره برگرد به صحنه. اینجا دوباره اینجاها رو پاک میکنم، سایز براشتون رو کوچیک بکنید که راحت تر بتونید بهش دسترسی داشته باشید. از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا هم پاک میشه. برای اینکه براشتون رو بتونید راحت توی دو نقطه حرکت بدین، با دکمه شیفت روی کیبورد میتونید این کار رو انجام بدید. من اینو توی جلسه براش شدم رفت توضیح بدم. اینجا میگم مثلا اینجا الان من یه دونه شیت جدیدی رو باز کردم، میگم اینجا نقطه اولم باشه، میخوام یه دونه خط صاف بکشم تا اینجا. چی کار میکنم؟ میگم نقطه اول شیفت رو نگر داشتم، نقطه دوم، بین این دوتا رو بر من ارتباط برقرار میکنه. یه دونه تکنیک دیگه هم میتونیم این پایین بزنیم و نقطه چین برقرار بکنیم. توی همین قسمت براش ها ما یه دونه گزینه داریم توی براش ستینگ به نام اسپیسینگ. الان من گذاشتم روی 5%، فکر میکنم خودش مثلا تا اینجاها باشه برای شما، نمیدونم دقیقاً روی چند درصد وقتی که نصب میکنین. حالا هرچی فاصله اسپیسینگ بیشتر باشه، یعنی مثلا اینجا الان 175 نزم رو 200% که متوجه بشین، یعنی یکی هست یکی نیست، دوباره اندازه یکی هست یکی نیست، یعنی در واقع براشی که ما توی فتوشاپ ترسیم میکنیم اینجوری تشکیل شده از یک عالمه نقطه یکی کنار هم دیگه زده، یعنی خطی که ما میکشیم تو منظور این پیکسلی برنامه فتوشاپ اینه که ما یه عالمه مثلا براش رو زدیم بغل از هم دیگه تبدیلش کردیم به خط. حالا من اینو دوباره پس یه ذره بزرگتر میکنم با این سی گزینه کراپ میارمش پایین تر تا اینو راحت تر ببینیم. یه مقدار من سایز براشم رو کوچیک میکنم و اینجا مثلا میتونم رو همین دایره بذارم. اینجا که بهش میگم براش برای من انتخاب شد تو براش ستینگ، میذارم مثلا روی 500%، یعنی یکی هست 5 تا نیست. خب یعنی من سایزش هم کوچیک کنم، نقطه اول شیفت رو نگه میدارم، نقطه دوم
نقطه سوم، نقطه چهارم، نقطه پنجم. خیلی راحت تونستم یه دونه بوردر مثلا درست بکنم که نقطه چین باشه. البته روش درست بوردر رسم کردن این نیست، اینم توی همین جلسه میگم و توی جلسه بعد دیگه بریم وارد تمرین کردن بشیم. روش بهتر برای اینکه بوردر بکشیم اینه که من شیتمو تا اینجا میارم، میرم روی این قسمت بوردر. ناکنید اینجا یه سری ترسیمات آماده هست که خود محیط فتوشاپ برای من قرار داده. مثلا توی رکتنگل اگه برم میتونم که یه دونه مستطیل صاف رو بکشم. حالا چجوری این خط چینا اومدن؟ با تنظیماتی که اینجا وجود داره. این تنظیمات دقیقا همین بالا هم توی آپشن بار وجود داره. چی بهش گفته بودم اینجا؟ من گفته بودم که رنگش قرمز باشه، رنگ بوردر دورش. اینو میتونید هر رنگی که میخواید باشه، مثلا این رنگی باشه. و اینجا چند تا حالت مختلف براش وجود داره. میگه خط کامل باشه، نقطه چین باشه یا خط چین باشه. اوکی. بعد حالا اینجا میتونیم داش و گپ بینش رو تعریف بکنیم. الان این تناسب 4:2 داره، یعنی همون 1:2 خودمون. یه دونه اگه خالیه دو واحدش پره. من اینو بردارم مثلا بذارم روی 8، ببینید طول 8 تا واحد کشیده شده، اندازه 2 تا خالیه. این کاریه که میتونید توی اینجا انجام بدید و هر چند تا هم که خواستیم مثلا تعریف کنید. اینه که بعدیش هم الان دوباره همین 8:2 داره میخونه. من اینکه میذارم دوباره 2 و دوباره اینو میذارم مثلا 8. این 8 تا پره، 2 تا خالیه، دوباره 2 تا پره، 8 تا خالیه. هر بلایی که بخوای میتونید سرش بیارید خیلی راحت. ولی اگر دوتا اولی پول کنید خط چینتون منظمه. گزینه دیگه که اینجا وجود داره چیه؟ الان نوشتم روی 4. این قسمت رنگ فیل داخلشه، یعنی اون مساحتی که ترسیم کردیم و بتونه رنگشو پوشش بده. من الان اینو میذارم مثلا روی زرد. نگاه کنید اینو برداشت برای من زرد کرد، دورشو آبی کرد. یه موقع من تصمیم میگیرم اصلا دورش هیچ رنگی نباشه، چیکار میکنم؟ میرم میذارم روی این اولیه که حالت خط کشیده و میگم اصلا بوردر نمیخوام و کلن برای من بردار رنگش رو پر بکن. از اینجا میتونید طول این کار رو خیلی داینامیک بزرگ و کوچیک بکنید، مثلا عرض کار اینقدر باشه و رنگش رو عوض کنید. ولی حواستون باشه وقتی اینجا رو ببندید اوکی بکنید، دوباره باید روش کلیک بکنید تا این پنجره براتون باز بشه. اینجا هم که مربوط میشه به این فیلتای گوشا، یعنی نرم کردن دور کار، که هنوز توضیح ندادم ولی فقط در همین حد که تو این جلسه بدونید. این اگه مثلا بذارم روی 10 پیکسل و بهش بگم اوکی، لبه های کار منو برداشت 10 تا برام خم کرد. این زنجیره اگه ارتباط بینشون قطع بشه، من اینو بذارم روی مثلا 50، فقط همین یک زل برای من تغییر میکنه. دوباره اگه این زنجیره باشه مثلا اینو من بذارم روی 100، چه اتفاقی میفته؟ این به تعداد واحدی که بهش اضافه شده داره بیشتر میشه. این سه تا دیگه هم همون واحدی که بودن، فقط تعدادی که کم داشتن بهشون اضافه شد. اوکی، پس اینم از این گزینه یاد گرفتیم که چیکارا میتونیم توی این قسمت انجام بدیم. جلوتر توی طراحی شیت برمیگردیم و بقیه مواردی که از روش پریدیم و توضیح میدیم. فکر می‌کنم دیگه واسه این جلسه کافی باشه. نمیخوام خیلی تایم ویدیو هم طولانی باشه که دیدنشون راحت تر باشه، یعنی بتونید راحت بینشون جابجا بشین. خیلی ممنونم که تا پایان قسمت 10 با من همراه بودین. امیدوارم هر ساعتی که دارین ویدیو رو میبینید اون ساعتتون بخیر باشه.